دوستان گرانقدر، با بخش دوم درس روز 21 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس روز قبلی ما در بخش ویندرز روی ایجاد کردن پرچیز آردر صحبت کردیم. البته او پرچیز آردر که ما ثبت کرده بودیم با افغانی بود. امروز در این بخش که است ما یک پرچیز آردر را جور میکنیم که واحد پولی ازو یا کرنسی ازو که است US دلار یا واحد پولی خارجی باشه. مثلا ما یک پرچیز آردر میکنیم به یک کمپانی که بیرون از افغانستان است و واحد پولی که ما با اونا اکسچنج میکنیم دلار است. خب باز مثل سابق قاری هم میتونیم که روی وندر خود کلیک کنیم و بریم در وندر روی کریت پرچیز آردر کلیک کنیم و هم میتونیم از همی قسمت که نیو ترانزکشن نوشته کده در این قسمت ما بیاییم در اینجا سیل کنیم باز نمو پرچیز آردر است. ما روی پرچیز آردرز کلیک میکنیم، وقتی که را کلیک کردین مثل سابق قاری باز اون صفحه باز میشه بری ما. در اینجا هستری نمی وندر بری ما نشان میده که در سمریزی فعلا هیچ چیز نیست. ما به اینی وندر از سابق هیچ آردر نکردیم. ریسنت ترانزکشن ازو هم صفر است، هیچ چیز نیست، کدام نوت مشخص هم نداریم. در بخش ترانزکشن هم بریم چیزی وجود نداره، به خاطر از اینکه هیچ ترانزکشن با اینمی وندرز صورت نگرفته. اماونت یو اس گس صفر است مکمل. خب پس چی کار میکنیم؟ میم با اینمی وندر خود که به نام جان مایک است یک پرچیز آردر میکنیم و این پرچیز آردر نمبر ما دوسته، به خاطر از اینکه پرچیز آردر نمبر 1 کس ما به مو وندر داخلی ما که به نام پاورلینک بود برزو آردر کرده بودیم به شماری اول. دیگه تاریخ خزیر ما تغییر میتیم به تاریخی چند؟ به تاریخی 20 میگم، به تاریخی 20 ماه سپتامبر 2020 ما برزی یک پرچیز آردر کردیم که نمبر از چند است؟ 2 است. ده اینجا ادرس از اون نفر میه و ده اینجا ادرس کمپانی ما و شما میه که جنس ها را باید شیپ کنند به اینمی ادرس ما. خود چی را ما برزی آردر کردیم؟ بیایم اینجا میایم باز انتخاب میکنیم. این دفعه ما میگم که بیادر برزو ما یک دانه اسکرین دل بیتری دی 612 ایر انتخاب کردم و به مو شکل چارجری دی 612 و به مو شکل یک اسکرین دی 612 ایر سه سی دانه را. خب از امی کانتیتیش که از تغییر میتیم، میگم 5 دانه ازی به مو شکل 5 دانه ازی و به مو شکل 5 دانه ازی ما برای از این نفر چی کردیم؟ آردر کردیم. قیمتایش باز برای ما در اینجا نشان میده، واحد اندازگیریش برای ما در اینجا نشان میده و در اینی قسمت که است مجموعیش نشان میده که 5 دانه اگر دانش به 1000 باش چقدر میشه؟ 5000 افغانی میشه. اگر ما اینمی آیتم یا اینوینتری که دیگه انتخاب کردیم به کدام مشتری مشخصی را خریداری میکنیم، میتونیم که نام از مشتری را در اینجا انتخاب کنیم. میبینیم که نامه مشتری ها میاید، ما از اینجا انتخاب نمیکنیم. هدف ما ایست که فقط شما بفهمید که از این طریق مستقیم هم میتونید انتخاب کنید. میگم نه، ما باز از طریق مینوی کاستومرز از طریق پروسیجر کاری با مشتری که است پیش میریم. مسائل بعدی سوره صحبت میکنیم. اینالی وقتی که ایره برش آیتما را انتخاب کردین مجموعش مکمل 15000 افغانی میشه. برای ما میگه یک چیزی که مانده در اینجا شما متوجه باشین، برای ما میگه که اکسچنج ریت ازی که است بینمی تاریخ که است مشخص نیست. ما اگه بریم در مینوی کمپانی در اینجا در منیج کرنسی در کرنسی لیست بریم، اکسچنج ریت معلوم است برای ما، مگه می اکسچنج ریت از کدام تاریخ است؟ از تاریخی 24 است. متوجه هستین؟ پس از این تاریخ که از اکسچنج ریتش معلوم نیست، شما میتونید که از این تاریخ هم میره تاریخ از این تاریخ هم شما هم تاریخ اکسچنج ریتش مشخص کنین و از اون جای میتونید. ما میگیم که در تاریخ 20 سپتامبر که از اکسچنج ریت اینمی چیکی بود 75 بود، یعنی تبادله دلار به افغانی که است، یعنی یک دلار چقدر افغانی میشد؟ 75 میشد. اوکی کلیک کن. وقتی که اوکی کلیک کردین این از او تاریخ هم چی شد؟ فکس معلوم شد. خب اگر ما ایره کلیر بگیم اثر بازی رو انتخاب کنیم، ایجا اکسچنج ریتش برای ما نشان میتن. پس ای که ایجا نشان نداده به خاطر از اینکه ای پرچیز آردر ما آپدیت نشده، ما چی میکنیم؟ خود منوال نوشته میکنم، میگم اکسچنج ریت اون تاریخ که هست اینمی تاریخ از دلار به افغانی چند بود؟ 75 بود. وقتی که 75 نوشته کردین بعدش فقط سیو اند کلوز کلیک کنین. وقتی که سیو اند کلوز کلیک کردین شما ببینین ده هیستری اینمی وندری که به نام جان مایک است و واحد
bullish am cash US dollar as yak dona transaction is of a shula. We transaction type is chista purchase order as the number chandas the dusta bakodom tarik shula beginem tarik beast. Wa as chaka pulasta as پانزده هزار افغانیستان. اگر ما باز بیایم در اینوینتری در فیزیکل اینوینتری ورکشیت بیایم ببینیم شما اینوینتری ما باز اضافه نشده. اگر ما بیایم در کدام جای در اینجا ببینیم بالانس ما با اینمی از امی وندر پولش بالای ما که اصلا هنوز هم صفر است. اگر ما برم در کمپانی سنپشات در این قسمت در می لفت آیکن بار در کمپانی سنپشات کلیک کنیم نه بالای کسی از ما پول ما قرض است و نه بالای ما از کدام وندر پولش قرض است. بخاطر از اینکه نه تانوز اینوینتری ریسیف کردیم نه خریداری کردیم و نه بالای کسی را فروختیم و فعلا اینوینتری هم نداریم. به مو خاطر بالانس های تمام اکانت های ما چیست؟ صفر است. دیگه ای بود دوستا جور کردن پرچیز آردر در صورتی که واحد پولی ما او کرن واحد پولی ما واحد پولی خارجی باشه. اینال اگر شما ببینید که ما باز دوباره بیایم بر از این نفر ما یک پرچیز آردر دیگه جور کنم به مون نفر که به نام جان مایک بود و این پرچیز آردر اگر ما شما بگیریم از تاریخ 20 میبینین ایجا این دفعه اکسچنج ریت برای ما نشان میده به خاطر از اینکه ما اوجا اپدیت کردیم. اگر ما این را کلیر بگیم تاریخ دیگه انتخاب کنم، مثلا در تاریخ 22 که هست اکسچنج ریت از اونجا معلوم نیست، مینوی چی که هست اکسچنج ریتش معلوم نیست. اگر ما ایج تاریخ 22 انتخاب کنم برای ما آیتم ها دیج انتخاب کنم، سر که آیتم انتخاب کنم مثلا دی 610 بیتری در اینجا اکسچنج ریت انوز برای ما باز نشان نمیده. ویندرم ببخشین انتخاب کنم این ایر انتخاب کردم، وقتی که انتخاب کردم اکسچنج ریت باز برای ما سابقه نشان میده، یعنی درست نشان نمیده، برای ما درست نیست. به مو خاطر ما میگم که شما باید اکسچنج ریت روزمره که شما وقتی که پرچیز آردر جور میکنین امو اکسچنج ریت واحد پولی خارجی به افغانی یعنی هوم کرنسی ما شما او را باید شما در اینجا چی کنین اپدیتش برسانین. اگر از این طریق رسانده نمیتونین باید در مینوی کمپانی بین مثل که ما شما در درس های قبلی خود خواندیم در اینجا در منیج کرنسی بین در کرنسی لیست هر تاریخی که شما ایر ارت میکنین تاریخ های شما مدو جدا جدا انتخاب کنین و در اینجا ارت کنین که زمین تاریخ نقدر بود زمین تاریخ نمقدر بود تبادله واحد پولی دلار به هوم کرنسی ما شما به افغانی. بعد از اوجه هیچ کویک بوک اشتباه نمیکنه و نمو اکسچنج ریت که شما تعیین کردین و نمو رو برای ما در جریانی که ما شما پرچیز آردر جور میکنیم برای ما نشان میده. این بود بخش دوم جور کردن پرچیز آردر.